گفتن کلمات زیبا اینقدر مهم هست که آقای ماسارو ایموتو که یک جاپ محقق ژاپنی هست تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که حتی ما با آب با آب اگر به کلمات زیبا بگیم این مولکول های آب به شکل حیرت آوری نظمی پیدا میکنن و زیبایی پیدا می میکنن در حالی که همون صحبت ما با کلمات تنفرآمیز و زشت و نفرت اگر به آب گفته بشه مولکوله های آب رو بررسی کردن دیدن که شکلش به هم خورده و شکل دیگه ای هست در ایران هم در دانشگاه خارزمی این تحقیق شده که اگر با آب با کلمات روحانی کلمات معنوی صحبت بشه مولکولاش فرق میکنه خب اگر اینجور هست اگر اینجور هست ما چه بلایی به سر خودمون میاریم با این صحبت گاهی وقتا ناسوابی که میگیم کلماتی که انزجار و نفرت و دروغ و کلمات بسیار بدی رو ممکنه خدایی نکرده در کار یا محیط یا محیط اطراف خونه هر جای دیگه داشته باشیم ما ببینید هفتاد و پنج درصد بدن ما آب 80 درصد مغز ما رو آب تشکیل میده سه چهارم کره زمینم آبه با کلمات منفی با کلمات زشت تنفر آمیز چه بر سر خودمون میاریم بعد میگیم که چرا مریض شدیم چرا سرطان گرفتیم چه باور بکنیم باور بکنیم که ما خودمون گاهی تا نفرت هایی که در پیرامون خودمون داریم و این آبی که ارز کردم تغییر وضعیت میده ما خودمون باعث مریضی خودمون میتونیم بشیم پس چقدر خوبه همه چی رو زیبا ببینیم همه چی رو تکریم کنیم و این اولین چیزی که به خودمون برمیگرده خودمون سالم میشیم خودمون به خالی از تنفر میشیم وقتی قلبی خالی از تنفر بشه جاش راهی نداره جز محبت و خدا جا بگیره و ما چقدر زندگی آرامی خواهیم داشت من همیشه این شعر رو دوست دارم و این رو میذارم که دوستان توجه داشته باشن چقدر خوبه که اینه بنویسیم و جای ما پرستارا بذاریم که همیشه جلوی چشم باشه در این خاک در این مزرعی پاک به جز عشق به جز مهر دیگر بذر مکارید این خیلی میتونه خوب باشه ما گاهی وقتا صحبت هایی که میکنیم بازم اینجا حالا چون بحث بحث ارتباط کلامی هستش خوبه که یاد بگیریم کلمات زیبا کدوم هستن. ببینید یه موقع ما میگیم که مثلا خسته نباشید. حالا بگذاریم از این که خسته نباشید شاید معنی این باشه که تو همچنان کار بکن خسته نشو. یه, یه معنیش ممکن این باشه. اگرچه من دلم میخواد دعا بکنم که انشالله خسته نشید. اما بهتر بگیم خدا قوت درمانده نباشید. دستت درد نکنه چون وقتی درد صحبت میکنیم این یاد درد میندازیم بهتر بگیم ممنون از محبت شما دروغ نگو اینه نگیم بگیم راست میگی دروغ نگو مثلا یه خبری به شما دادن شما میگی دروغ نگو ولی بهتر بگی راست میگی راستی یا خدا برد نده که خدا برد نمیده که بگیم خدا سلامتی بده قابل نداره اگر یه هدیه به شما شما داریم به کسی میدین نگین قابلی نداره بهتر بگین که این هدیه برای شماست اینه با خوشحالی برای شما خریدم مگه مشکل داری بهتر بگیم مگه مسئله داری مشکل نگیم بد نیست خب وقتی میخوام بگیم حالا چطوری میگیم بد نیست خب بهتر بگید خوبم خوبم الحمدلله خوبم به درد من نمیخوره گاهی وقتا یه چیزی رو برای شما هدیه میارن و میگی که به درد من نمیخوره منظوری هم شد نداشت باشی ولی خیلی طرف رو میشکنه خیلی آزرده میکنه بهتر بگی که مثلا فرض که این کفش مناسب من نیست یا این پیرهن مناسب من نیست ممکن اینجوری بگید مشکل دارم نگین بگین مسئله دارم نگین فراموش نکنیم بگین یادت باشه داد نزن بهتر اگه بیماری رو برو شماست داره داد میزنه نگین داد نزن بلکه بیشتر داد میزنه بهتر بگی آروم باش آروم باشین یا در مجلس ختمی یا در یک جایی ممکنه ما میگیم غم آخرت باشد خب این کلمه بدیه غم آخرت باشد معنی چیه یه یعنی آدم که بالاخره عزیزانی داره که در کنارش هستن و از دست میرن غم آخرت باشه یعنی اولین نفری که خدای نکرده بخواد از این دنیا بره خودت باشی و این غم آخرت باشه خیلی بد بهتر شما رو در شادی هاتون ببینیم ان ببخشید مزاحمتون شدم این رو نگی. از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین بسیار متشکرم از اینکه به من فرصت دادید تشکر میکنم این جملات بود گفته بشه خب اگر جنبندی بکنیم ارتباطهای کلامی رو این چند جمله رو من میتونم خدمتتون بگم وقتی کلام و واژه امیدوار کننده به دیگران هدیه کنیم نه تنها احساس بهتری خواهیم داشت بلکه شخصیت مثبت خودمون رو و در قدر بیشتر قوام بخشیدیم بهتر معرفی کردیم ابراز هویت کردیم و طبیعتا اونا هم احراز هویت میکنن ما رو بهتر میشناسن من همیشه گفتم ما توی بیمارستان ها در این کشور واقعا پرستارا مظلوم واقع شدن اینقدر این زحمت میکشن در آی سی ها در بخش ها واقعا کارهای زیادی میکنن وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه ولی متاسفانه تمجید نمیشه و من همیشه که ابتدای بحث درس امروز گفتم چرا تمجید نمیشه چون مردم مشکلاتی دارن و ما دست نذاشتیم روی اینکه اون نگاه اونا رو بفهمیم درد اونا رو بفهمیم و درست حرفها کلمات و رفتاری رو انتخاب کنیم که اونا متوجه بشن که ما کار مونه. من اگر کار خودم رو به عنوان پرستار بشناسم مسلما عاشق میشم که کار خودم انجام بدم گاهی وقتا مثلا بنده مثلا میگم ممکنه یکی دوست داشته باشه که ونتیلاتور رو باز کنه ببنده میگن مثلا استاد بزرگی در حالی که من اگر بتونم با بیمار حرف زدن بلد باشم در موقعی که عزیزش از دست و از من سوال میکنه پدرم چی شده و من میخوام بگم فوت, فوت کرده بلد باشم این رو چجوری با توجه به روانشناسی و جامعه شناسی بگم اون است که من با سوادم. اون موقع است که من میتونم بگم من با سواد هستم پس صحبت های ما نباید دو پهلو باشه انتظاری نباشه کنایه آمیز نباشه تنه نزنیم کسی رو یک صحبتی که با خود تنه بزده باشه و اینم باز از اوناست که همیشه باعث آزار, آزار و آزار شدن کسی میشه تغییر نباشه چه اسم صدا میکنیم چه صدای دیگه میکنیم همیشه سعی کنیم که احساس احترام براشون ایجاد کنیم هیچ موقع کلگویی نکنیم که مثلا فرض ما حالا این آقا یا خانم مثلا فرض کنیم مال شیراز هست یا اصفهانه یا شمالی هست بگیم که همه شمالی ها اینجوری هستن شما هم اینجوری هستید و این کار درست نیست سوالات ما بازجویانه نباشه مثل که یک بازجو داریم ازش سوال میکنیم و اونو محاکمه میخوایم بکنیم این نباشه که اونا مثلا فرض کنیم که بیمار در سابقه خودش رو میگه از بیماری خودش میگه و مثلا حالا قندش هم بالاست من میگم ها حتما قندم میخوری میگه که نه من رایت میکنم و این وسایل و شرایطی است که ما با گاهی وقتا توجه نداریم تغییر نشن و همینطور هم درباره بیماران به این سادگی قضاوت نکنیم درباره بیمارا اونها حق دارن درباره خودشون درباره شرایط خودشون بگن اگر نگفتن ما اجازه نداریم که خدا نکرده با یک حالت بدی اونها رو اصرار داشته باشیم که قضاوت بخوام بکنیم در حالی که وظیفه ما نیست گاهی وقتا بیمار صحبتی میکنه و ممکنه عصبانی بشه و میخواد حرف به ما بزنه ما حق نداریم بگیم که تو من عصبانی کردی ببینید بیمار اگر عصبانی شد داد زد من اگر سواد, سواد مدیریت خشم داشته باشم من نباید عصبانی بشم اگر من مدیریت و تواضع داشته باشم نباید بذارم که دعوا شروع بشه و به اصطلاح باعث یک دعوایی و یا خدا نکرده تو بیشتری بشه پس من این رو باید بدونم هر کسی با من روبرو شده و عصبانی بود من یک قسمتی از اون عصبانیت و اون دعوا رو باید قبول کنم تاثیر من چرا چون نه اینکه عمدن بلکه من اینجا یک نقصی در کار من بود هر کم بود سهمی در ناراحتی و عصبانیت بیمار دارم یا توضیح ندارم مثلا فرض کن مثال میارم مثال میارم یک پزشکی میخواد بیاد و یک عمل جراحی انجام بشه و پزشک دیر آمد شما ممکنه بگین که به من چی؟ برین به رئیس بیمارستان بگین مثلا یا برین به سوپروایزر بگین به من چی؟ پزشک نیامده ببینید این جمله در شعن ما نیست درسته اگر نیامد پزشک به موقع اگر درمانگاه حاضر نشد اگر یک چیز نقصه من وظیفه دارم به موفق خودم بگم به سرپرستارم بگم به سوپروایزرم بگم به جای رئیس بالاتر بگم ولی من حق ندارم به بیمار بگم به من ربطی نداره به من ربط داره من اگر اینجا تواضع و در این حال مدیریت خشم رو بلد باشم و مدیریت پرستاری بلد باشم من نباید بذارم که عصبانی میشه من یک روزی مثالی آوردم خدمت دوستان به من گفتن که من در منگاه هستم پزشک دیر میاد در منگاه من اینجا مردم نشستم و منتظرن که تو برم و میرم چه میگم پزشک چرا نیامده خب من اینجا مردم عصبانی شدن چه کار میتونم بکنم بهشون گفتم اگر این هر روز تکرار میشه شما یک کاری باید بکنید در حالی که تبسم بر لب دارین بلند میشین چون هر روزه هر روز این نگرانی رو داری چرا شما تغییر بشین چرا به شما توهین بشه شما میگین که میبخشین من شما به شما میگین که میبخشین من پرستار این درمانگاه هستم یا هر بخشی هستین هستم آقای دکتر قرار بود که ساعت دو باش بیاد و من هم منتظرم که بیان ولی مثل این که به خاطر توی اتاق عمل هستن یا در ترافیک گیر کردن نرسیدن به موقع بیان و معمولا هم روزها خیلی موقعیت ها پیش میاد که ساعت به جای دو ممکنه سه بیان من اولین که ازشون اصخایی میکنم برای اینکه واقعا این دست من نیست و ایشون هم چه در ترافیک بودن یا در وزیت بیماران در بخش بودن من مرتب در تماس هستم به محبونا یادآوری کنم که بیماران منتظر هستن من اولین که اصخایی میکنم ولی در جریان باشین و من پیگیر کار شما هستم که بلافاصله ببینم کجا هست و خواهش کنم که زودتر بیان. نه اینکه من اونجا بشینم و با یک تلفنی صحبت بکنم و بیمارا فکر میکنن که خب این خانم هم که اصلا فکر ما نیست اون داره با تلفن خودش صحبت میکنه و با میخنده و اینا ما اینجا بدبخت کسی نیست و اون موقع است که عصبانی میشه در حالی که شما اگه خودتون رو معرفی کنین و با این اه 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 به قول مر عزت نفس و با این تواضع بلند شین و با احترام اونا اینه بگین بعید به نظر میرسه اونجا کسی بلند شه و اعتراض به شما بکنه در این حال شما نشون میدین که من الان پیگیر کار هستم و تماس میگیرم شما در جریان میذارم به احساسات و عواطف دیگران حتما احترام بذارین اونها هم ممکنه نظرشون مخالف نظر شما باشه ولی حتما سکوت داشته باشین تواضع داشته باشین و نذارین باعث خشم و عصبانیت و مشکل دیگه بشه گاهی وقتا شما مکالمات تلفنی دارین چه در بخش خودتون یا هر بخشی حضور دارین تو آی سیو. این مکالمات تلفنی یادتون باشه با هر کسی صحبت میکنین از نظر آدابی که باید به کار ببرین انگار که با اون طرف در شرایط حضوری دارین صحبت میکنین هست باور کنین و بدونین که اگر شما پشت فرمان ماشین رانندگی میکنین یا در شرایطی که در اتاق استراحت هستین صحبت میکنین در شرایطی که لباس خودمون عوض کردن و لباس ورزشی تنم هست به جای لباس رسمی همه اینها در صحبت و کلام شما و تون صدای شما و لحن صدای شما اثر گذار هست این خیلی مهمه اگر پشت فرمونین چون به هر حال یک استرسی برای رانندگی دارین بهتر مثلا کنار بزنین اون موقع میتونین صحبت کنین ولی واقعا اون موقع که رانندگی میکنین توی صحبت و پاسخگویی شما تاثیر میذاره بنابراین خیلی مهمه همین اونا, اونا اگه شما توی در پاسخ دادن با لبخند و تبسم باشین اونا متوجه میشن با اینکه شما رو نمیبینن شما هم متوجه میشین که اونا صحبت میکنن در حال تبسم و احترام هستن یا نیستن یا توهین داره میکنن یا تحقیر داره میکنن لحن صدای شما با لباس شما با فرم شما با اتاق شما همین اینها میتونه تاثیر بذاره و این در همین یک اسلاید شاید کوتاه بکنم که شما که مکالمه تلفنی میکنین باید همون آداب رو رعایت بکنین که خدای نکرده احساس بدی برای طرف مخاطب شما پیش نیاد من حتی اینکه دراز کشیدم تلفن میزنم یا نشستم و یا بلند میشم هم میتونه تاثیر بذاره همیشه وقتی که تلفونی رو جواب میدیم و قصد دارین یک برنامه رو هماهنگ کنین حتما کاغذ و قلم در کنار گوشی دستتون باشه که بتونین یاد مثلا تلفنی شماره کاری آزمایشی دستوری رو ممکنه به شما بدن داشته باشین با پزشکی تماس گرفتین میخواین برای بیمار کاری انجام بده. این مهمه که این ارتباط رو برقرار بکنین خب یک قسمت دیگه که خیلی مهم است و اون ارتباط غیر کلامیه اگرچه من ارتباط کلامی دارم و خیلی چیزها رو میگم ولی ارتباط غیر کلامی برای بیمار مطمئنتر اعتماد آمیزتر هستش شما ممکن یک جمله رو بخوام بگین و یک چشم هم بهش بگین ولی ارتباط رفتار شما و ارتباط غیر کلامی شما دریغت بهش میفهمونه که شما درست میگین یا نه این خیلی مهمه یک چیزی میگین چشم با یک خدای نکرده مثلا چشمک زدن با یک سر و تکون دادن ممکن معنی دیگی پیدا بخواد بکنه و اون موقع است که دیگه بیمار هرگز شما رو نمیبخشه همیشه ناراحته و فکر میکنه شما صادق نیستیم با توجه کنید 65 تا 93 درصد انتقال معانی در جریان ارتباط از طریق ارتباط غیر کلامی این خیلی مهمه خیلی مهمه که ما به این توجه کنیم ارتباط غیر کلامی کنون همه جنبه های ارتباط به جز کلمات رو میگیم که ارتباط غیر کلامیه جسته هایی که میگیم نحوه ادای کلمات آهنگ ادای کلمات بلندی صدا لحجه هایی که داریم جنبه های مؤثر محیط بر تعامل لباس جواهرات همه اینها پیام و کلام داره همه اونها ارتباط غیر کلامی حساب میشه یعنی اگر وارد اگر در یک جایی بشه یکی لباس ورزشی تنشه خب شما میتونید راحت بدونید که خودش معرفی کنه میفهمی که این ورزش دوست است یا داره ورزش میکنه اگر کسی دست و پاش هم مرتب همش خیلی چیزای جواهر جواهرالات هستش خب میفهمی که خیلی جواهرات دوست داره یا احتمالا مثلا ثروتمند ممکن این اظهار داشته باشین و به جایی میرین اتاق کسی میرین منزل کسی میرین میبینی که در دیوار همش عکس های مثلا هنرمند ها چسبیده خب میفهمین که این اهل هنر هست و دوست داره و یا عکس ورزشکار ها چسبونده میفهمین که این خودش ورزشکار یا چیزهای مثلا عتیق جاد گذاشته همینطور پس ببینید دیدن لباس فرد رفتار و صدای اون و لحجی اون همه به شما حرف میزنه و میتونه کمک بکنه که شما بفهمید که این ارتباط غیر کلامی که این چه کار هست کجا هست چه کار میکنه خیلی مؤثر است سکوت هم با همین که از حرفی نمیزنه و در مقابل شما نشسته خودش هزار تا پیام داره از سکوت هم شما به طور ارتباط غیر کلامی میگیرین این سکوتی که در مقابل شما یا میفهمین که این با شما قهره یا ممکن اصلا لال باشه حرف بلد نیست بزنه این حرف میزنه و یا ممکن اعتراض داره میکنه سکوت ال... گاهی وقتا گفتن سکوت علامت رضا اون در خودش هستش ولی گاهی وقتا سکوت علامت اعتراض هستش گاهی وقتا هم سکوت که ما خیلی با دقت کنیم و بفهمیم اون مربوط به شرایطی است که میبینی یک بیمار بدحالی در لحظات آخر زندگیشه فرزندش آمده دستش گرفته و این بیمار فقط نگاهش میکنه فقط پسرش رو همسرش رو دخترش رو نگاه میکنه اما حرفی نمیزنه حتی ممکنه اشکش سرازیر بشه ولی سکوت همچنان برقراره این سکوت به خاطر اینه که اون دنبال یک کلماتی است که بتونه اوج یا عمق ناراحتی خودشو عمق نگرانی خودشو عمق عشق و محبت و دوست داشتن خودشو به اطرافیان خودش بخواد بگه نمیتونه پیدا کنه مثل یک عاشق که میخواد به معشوقش یک جمله بگه یا معشوق میخواد جواب بده میبینیم که کلمات پیدا نمی کنن دوم، یک مادری که به فرزندش از یک سربازی آمده از جبه آمده و اولین بار باش رو میشه جز گریه چیزی نداره چرا صحبت نمی کنه برای اینکه کلماتی که عمق اون عشق و علاقه و محبتش رو بخواد بیان بکنه و انتقال بده پیدا نمی کنه و اینه که گریه میکنه. و این رو توجه کنیم که اگر بالا سر بیمار کسی گریه میکنه و این توجهات این به ما کمک میکنه که ما هم متوجه بشیم که کمک کنیم به بیمار به آرام بودن بیمار به توجه به بیمار به خانواده بیمار و اینی که بی توجه به این نباشیم شباهت های ارتباط کلامی و غیر کلامی رو هم بر نسبت بدونیم ارتباط غیر کلامی نمادینه یعنی چی وقتی شما برای یکی دست تکون میدین میفهمه که شما دارین احترام میذارین دارین احوال پرسی میکنین وقتی که شونهتون تکون میدین یعنی به من ربطی نداره تبسم میکنین یعنی چی یعنی میخوام دوست دارم با شما ارتباط داشته باشم اخم میکنیم یعنی من برای من ابهام سوال هستش چشمک زدن میتونه معنی این داشته باشه که حالا خدای نکرده به سلام چیزی واقعی نیست و شما دارین خلافش رفتار میکنین و این باز هم معنی خودش داره میگیم ارتباط غیر کلمه قاعده منده اگر میخواید با یکی ارتباط برقرار کنید دست دست میده اما ما مثلا الان در کشور ما آقا میخواد با یکی بر دست بده مسلما هیچ موقع در یک جمع با خانمی دست نمیده و با آقا دست میده خانم با یک جایی با خانم دست میده این قاعده منده در بیماری که در بخشم هست این نکات مهمه برای ما دقت کنیم مثلا فرض کنیم که حتی نه در کشور ما که صلاح در شرایط و در زوابط و مقررات جمهوری اسلامی هستیم و باید اینها رو رعایت بخوام بکنیم چون اسلام این رو توضیح داده تس، توجه داده اما در کشور دیگه هم همینطور هست یعنی کشوری که اصلا رفته به دین هم نداره وقتی یک بیماری میاد اگر خانم باشه حتی حتی اگر یک خانم میخواد اکوش بکنه حتی یک خانم میخواد نوار بگیره ای کاش این فیلم ها رو توی به اینترنت دیده باشید میبینید که حتی برای خانم هم که میخواد نوار بگیره وقت سینش لخت میکنه ملافه رو میذاره روش و لحظه ای رو نمیذاره که بیمار اکسپوز باشه و مریض رو کسی ببینه با اینکه این خانم نوار داره میگیره و اون هم که بیمار هست خانم هستش و این نکته بسیار مهمه پس ارتباط غیر کلامی قایدمنده و ما باید رفتارمون رو حواسمون باشه و این توجهات لازم داشته باشیم ارتباط خیلی کلامی در دروغ سخنگو رو هم افشار میکنه ارز کردم خدمتون شما یک چیزی گفتین ولی در رفتارتون نگاهتون شونو بال انداختنتون یه مثل ابرو به که خم به ابرو آوردنتون چشمک زدنتون معنیش اینه که اون چی که من گفتم برخلافش به صلاح هستش و اونا دقیقا میخوای بگی که اون باور نکنن این وضعیت رو داریم ارتباط غیر کلامی میتونه عمدی یا غیر عمدی باشه شما الان وقتی که میخوایم توی خونه هستین توی اداره میرین ممکن لباس عادی دارین اما وقتی که به صلاح اگر برای یک مصاحبه میخوایم برین برای یک کاری ممکنه اینجا دیگه لباستون رو مثلا طوری انتخاب کنی که اون طرفی که مصاحبه کنن دستش اشکالی نگیره فرض کن شما یک لباس لی میپوشین شلوار جی میپوشین اما حالا که مصاحبه میرین فکر میکنی شاید لباس رسمی تری بخوام بپوشیم بهتر باشه این اینا هستش ارتباط غیر با فرهنگ و لباس و این موارد با هم مرتبط هستن شما غذا خوردن هم همینطور مثلا لباس های سنتی می پوشین به خاطر اینکه از یک فرهنگ به خصوصی هستین و غذا خوردن هم همینطور ارتباط اجتماعی تون هم همینطور پس میتونه تفاوت داشته باشه این موارد رو میگیم ارتباطات غیر کلامی من از دوستان خواهش میکنم درباره ارتباط غیر کلامی هر چی بیشتر بدونیم اصولا من درباره ارتباط عرض میکنم ولی حالا ارتباط غیر کلامی هم دوستان اگر من میخوام موفق باشم در کار خودم و راحت تر باشم راهی غیر از این نداریم که درباره اون چی که وظیفه من هست بهترین اطلاعات داشته باشیم و بهترین باشم خب مواردی که معنای ارتباط غیر کلامی داره زبان بدنه من الان اگر در مقابل شما ایستاده باشم و شما میبینین که من چجوری استادم قد بلندم قد کوتاه هم چاقم هم، شکمو هستم سیاه هم سفیدم اینها خب این زبان بدن من میتونه باشه حرکت دستهای من چجوری میتونه کمک کنه تبسم بر لب داشته باشم لبخند بزنم این باز میگه این معلوم مرد مثلا مهربانی ممکنه باشه اخم کردن گریه کردن همه اینها معنی خودش میده و یا لحجه نحوه ادای کلمات آه کشیدن اینا به عنوان ارتباط غیر کلامی و هر کدوم معنی داره اونی که آه میکشه شما باید این ارتباط رو برقرار کنید و بدونین که معنی این آه کشیدن چی ممکنه باشه آه کشیدن یه موقع به خاطر درد یه موقع دلش تنگ شده یه موقع است که دردی در قلبش داره و همینطور فاصله ما با بیمار یک معنی میده شما اگر به بیماری فاصله زیاد بگیرین این نشون نمیده که شما محبت و علاقه دارین به بیمار کمک کنین ولی وقتی بیمار سوال میکنه شما از پای تخت میرین کنار تخت و سر رو خم میکنین و با بیمار روبرو میشین این بیمار احساس خیلی خوبی داره شما نشون دادین که حداکثر نزدیکی رو ایجاد کردین برای اینکه با حرف بیمار رو از صمیم قلب بشنوین و اگر بتونین کمکش کنین لمس بیمار دست دادن در آغوش گرفتن هر کدوم برای خودش معنی داره باید دقت کنین تاش تراپی یا لمس بیمار محبت و ارادت و اون اهمیت و توجه شما رو به بیمار بیشتر میکنه من یک روز در یکی از کلاس هایی که از همکارای پرستار سرپرستارای ما در یکی از بیمارستانی من صحبت ارتباط میکردیم و ایشون بلند شد و گفت من میخوام یک اعترافی بکنم و این خانم فرمودن که من 14 سال سرپرستار یک بخش در یکی از بیمارستان بودم ولی هرگز نفهمیدم که وقتی دست بیمار رو میگیرم لمس میکنم چه احساسی برای اون پیش میاد چه احساس آرامبخش و شفابخشی برای اون پیش میاد تا اینکه من خودم مریض شدم و به خاطر یک عمل جراحی در بخش اخیرم بستری شدم دیدم که پرستار وقتی آمد دست منو گرفت چه احساس خوبی برای من ایجاد شد و من نتونستم فراموش کنم و الانم اینجا میام میگم دوستان واقعا لمس بیمار و این اینو ازش نگیریم ما وقتی تو آی هستیم مانیتور فشار خونه که نشون میده بس دست نمیزنیم نبز نشون میده بس دست نمیزنیم پالس اکسی میگیم که به انگشتشه ما باید برای لمس بیمار نه فقط این که مثلا نبض ها رو بگیریم نبض مثلا پر هستش نبض بیسفرینس آلترنانس پارادوکس نه فقط برای این همینقدر که بیمار احساس کنه ما توجه بیشتری میکنیم من هر بار کنار بیمار و دوستان من گزارش میدن و از بالا سر میخوام بالا سر بیمار به تخت بعدی بریم من حتما نبض بیمار چک میکنم نه به خاطر اینکه واقعا خیلی الان برای من مهم است نه فقط به بیمار نشون بدم که من توجه به اون دارم لمسش هم چک کردم و اون احساس خوب براش ایجاد بشه خب لباس بیمار کفش بیمار شما کفشی کسی که میپوشه یا لباس که میپوشه یا نوع آرایشش و جواهرالاتش همه اینا میتونه برای ما این ارتباط خیلی کلامی ایجاد کنه و ما فهمیم که این از چه گروه و چه خانواده و حتی چه شهری هست و چه فرهنگی داره نگاه چشمی و همینطور با دل و جان گوش دادن با دل و جان گوش دادن خیلی مهمی ارتباط غیر کلامی سر وقتی که بیمار صحبت میکنه یا همراه بیمار من سرم به عنوان اینکه دارم گوش میکنم نزدیکش و با دقت و چشهای باز نگاه میکنم به بیمار و این برای اون خیلی ارزش داره که من با دقت و با دل و جان گوش میکنم و این میتونه صحبت رو ادامه بده و صحبت کنه سر تکان دادن باز همینطور دست دادن نشستن کنار بیمار خیلی خوبه خیلی خوبه اگر وقت بخوام بکنیم که باید این وقت رو ایجاد کنیم گاهی وقتا ما میخوام با از بیمار یک تاریخچه بگیریم یا میخوام صحبت بکنیم خیلی عجلوار صرفا ایستادیم و بیمار وقتی که نمیشینیم بیمار فکر میکنه ما عجله داریم و اون خیلی صحبتها رو که میخواد بکنه ممکنه بس احساس کنه که نه ما بهش وقت کافی ندادیم چون اون داره همچنان صرفا ایستاده و میخواد بره اما وقتی که صندلی رو بکشه و نزدیک بیمار بشینه و بیمار احساس میکنه بهش احترام گذاشته و برای اون آمده نشسته که حرفش خوب بشنوه این مهمه پس یکی در آهسته میره یکی تندتر میره خب هر کدوم میتونه معنای خودش داشته باشه اونی که آهسته میره ممکنه با وقار باشه اونی که تند میره ممکنه نگران باشه یا عجله داشته باشه به خاطر اینکه به یک چیزی برسه اینا هر کدوم سکوت همینطور معنی خودش میده چشمک زدن نگاه کردن و اگر من برای یک بیماری که در حال گریه هست یک لیوان آب بش بدم به این بالای سرش میذارم یا به روی میزش میذارم یک دستمال کاغذی بهش نزدیکش میذارم این برای بیمار یک ارتباط غیر کلامیه و نشون میده که من به اون توجه دارم و ما باید این توجه رو داشته باشیم در موقعی که بیمار ناراحته و گریه میکنه و لازم داریم ما حتی کنارش بشینیم وسایل اطراف بیمار هم با ما صحبت میکنه بیمار وقتی که مثلا عینک گذاشته کنارش خب میفهمی که پس اینه با یه ارتباطی که مریض حتما به عینک نیاز داره اگر سمعک گذاشته باز متوجه میشیم بعضی نکات چیزایی میذاره ممکنه به ما نشون بده که این جزء نیازهایی که برای اینکه با بر ارتباط برقرار کنه اگر من پرستار به مریض گفتم که من الان میرم بر میگردم یا زنگ بزنی من میام و وقتی برم همین ارتباط غیر کلامیه یعنی میفهمه که من رو به عنوان یک وقت شناس در برای خودش تو، تو، تو چی میکنه به برای خودش یک فرد وقت شناس ما رو میشناسه و به من اعتماد میکنه و فکر میکنم من برای اون وقت گذاشتم و این براش خیلی ارزش داره